خوش آمدین هموطنان نازنین به برنامه صبح خورشید. بخش پیام خانه را با هم یک جا دیدیم سر خط مهمترین خبرهای افغانستان و حالا مهماندار هستیم. شبانه برنامه کی است؟ بله، خوشبختانه مهماندار هستیم آقای جبار اکبری، فعال سیاسی. در برنامه تشریف آوردن و در مورد نگرانی مردم از نبود امنیت در کابل بیشتر صحبت ها را با آقای اکبری می داشته باشیم. شما هم ما را همراه باشین. سلام، صبحتون بخیر، خوش آمدین. ممنون. به نام یاد خدای بزرگ، سلام خدمت شما، سلام خدمت همه مردم شریف و با عزت افغانستان. خوشحال هستیم که شما را داریم آقای اکبری به برنامه. یک موضوعی که خیلی مهم است، نبود امنیت در کابل، که موضوع داغ و بحث برانگیز. هر صبح از خانه هر فردی که میبره احساس میکنه که من تا شام دیگر زنده نمیایم. درست. و چای صبح در صفحات اجتماعی میگن چای صبح ما یک انفجار است. چگونه محو سازیم این همه مشکلاتی که فرارای کابل و فرارای افغانستان است؟ بدون تردید تمام طوری که شما اشاره کردین، امنیت خودش رکنی اساسی برای یک کشور است. بدون امنیت ما نمیتونیم که بسرای وقت بتونیم به کار ما برسیم، بتونیم به پنتون بریم، بتونیم به مکتب بریم، در کل بتونیم در ساختها، در لایه های اجتماعی سهم بارز و برجسته داشته باشیم. اما طوری که شما میفهمین که قانون اساسی افغانستان ماده 5 قانون اساسی افغانستان به صراحت تذکر داده است که تامین امنیت شهروندان از وظایف اصلی و کلیدی حکومت است. حکومت باید تدابیر امنیت داشته باشد. بدبختانه ما شاهد حملات، انتحار، انفجار در نقاط مختلف افغانستان علل خصوص در پایتخت هستیم. شما امروز همه روزه میدانین که صبح پایتخت ما با یک انفجار خون آشام ما آغاز میکنیم و همه روزه ذهنیت های ما در مخاطره است. مردم آرامش فیزیکی، آرامش روحی در کل ما نمیتونیم واقعا به شکل اساسیش کار کنیم. امیدوار هستیم که حکومت بتونه تدابیر امنیتی داشته باشه. شما میدانین که حکومت ها هست که امروز به اساس آرای مردم شکل میگیرن و اینا ساختارهای حکومتی را به وجود میارن و به خاطر تامین شهروندان که شهروندان با آرامش نسبی به سر برن، متاسفانه که ما در این اواخر آرامش نداریم. نه تنها که آرامش روحی نداریم، آرامش فیزیکی نداریم. شما امروز زمانی که از خانه به طرف دفتر میایین، یعنی تضمین دوباره برگشت به خانه ندارین، در کل روح و روانتون پریشان است. اون طرف فامیل نگران شما است که حالا اینا چگونه میشه و شما نگران فامیل هستی. در کل یک وهم، یک ایراد بسیار کلان در افغانستان، علل خصوص در پایتخت، در جایی که امروز مرکز افغانستان است. اینجا نهادهای امنیتی است، نهادهای کشفی است، نهادهای استخباراتی است، در کل ساختار حکومت، لایه های حکومت اینجا حضور داره. امیدوار هستم که اینا بتونن تدابیر امنیت کنن. اینا باید همون مژده‌هایی را پیدا کنن که دشمن نفوذ میکنه، حملات تروریستی انجام میده، در کل میخواد روح و روان مردم در مخاطره قرار بده. اینا تدابیر امنیت کنن. شما امروز میفهمین که قتل خبرنگارا، ترورهای هدفمند فعالین جامعه مدنی، فعالین رسانه‌ای، در کل وضعیت کشور نگران ساخته است. حتی بعض جوانایی هستند که اونا حاضر نمیشن که برای رسانه گفت و شنود داشته باشن، گفتمان داشته باشن در گفتمانهای سیاسی پیرامون وضعیت سیاسی کشور، وضعیت اجتماعی کشور. در کل یعنی ساختارهایی که مرتبط با جوان ها است، اینا نمیتونن اون موضوعات دنبال کنن. امیدوار هستم که ما یک کارشیوه رودست بگیریم که از این منجلاب رهایی پیدا کنیم و ما به عنوان یک شهروند مسئولیت پذیر، به عنوان یک کسی که اینجا قلم و قدم میگشایم به خاطر افغانستان پویا، به خاطر افغانستان بیدار، به خاطر افغانستانی که 41 سال جنگ این متقبل شده است، ما اینجا بتونیم که بسای وقت امو اهداف مثبت خود در قبال مردم و در قبال شهروندای ما، امو مسئولیت ایمانی و وجدانی خود بسای وقت انجام بدیم. ما واقعا نتونستیم هضمی همه چیز. شما شاهدش هستین که ما چقدر فالین جامعه مدنی هستیم، چقدر خبرنگاران نخبه خود که اونا واقعا تاثیرگذاری خاص خود در راستای اطلاعات و مطبوعات داشتن، ما اونا را از دست دادیم و اکثر خبرنگارای ما امروز پا به فرار هستن. ما فرار مقصها را از افغانستان داریم، فرار نیروی جوان را داریم که اینا وقتی که به رکود امنیتی مواجه شوند، یا جانشان یا مالشان در مخاطره قرار بگیرند، مسلمان که اینا پا به فرار هستن، که بازی نمیشه که ما سر زیر ساختهای کشور کار کنیم و بگیم ما از لحاظ سیاسی، اقتصادی، از لحاظ اجتماعی ما یک کشور غنی هستیم. امیدوار هستم که ما بتونیم که در این قسمت تدابیر بی پیشینه داشته باشیم و هرچی عاجلتر مسئولیت جان و مال مردم آفتابی تر بسازیم و در کنار مردم باشیم که مردم ما را همیشه استقبال کنند. شما میبینید که هر قدر رکود و سکوت امنیتی در اینجا فرما باشه، مسلمان که مردم از حکومت فاصله میگیرن. امیدوار هستم که رئیس جمهور بارها از تریبیون ها صدا بلند کرده است که ما تامین امنیت میکنیم و ما تلاش میکنیم که برای شهروندای خود هر چیزی که در اختیار و در توان ما باشه او را برمغان بگذاریم.
امیدوار هستم که یک مقدار بالای نهادهایی که واقعا اینا نهادهای امنیتی هستند، کشفی هستند، بالای اینا فوکس داشته باشه و افراد و اشخاصی را در این راست بگماره که اونا واقعا متحدانه و صادقانه به خاطر مردمشان، به خاطر این کشوری که بازم تکرار میکنم 41 سال جنگ ما متقبل شدیم، اینجا اینا بتونن وظیفه ایمانی و وجدانی خود به شکل اساسی دنبال کنن تا مردم باورمندیشان نسبت به نیمی نظام بح. نسبت به نیمی نهادهای زیره بیشتر شود و اینا را همیشه وقت استقبال کنن. بح. دقیقاً. خب آقای اکبری، هر روزی که سپری میشه همون ناامنی بیشتر میشه و وضعیت امنیت همچنان خوب رو ما نمیداشته باشیم، نگرانی مردم بیشتر هست و وضعیت روحی روانی مردم همچنان قسمی که شما هم اشاره کردین از فعالان مدنی خبرنگاران ما هر روز ترک وطن میکنن و وضعیت بد را ما تجربه میکنیم. از یک سو مذاکرات صلح جریان داره و از یک سو بدامنی ناامنی که در خود مرکز ما شاهدش هستیم، همچنان در سایر ولایات. درست. میشه در مورد این هم از شما بشنویم که بالاخره تا کی و این حالت دشواری که فعلا جریان داره حالت مردم را بیشتر وخیمتر میسازه و استادگی و مقاومت مردم هم چقدر میتونه که تاثیرگذار باشه و بیشتر از شما بشنویم. دقیقا شما میدانید که ما در برابر یک دشمن مجهول هویت قرار داریم و در افغانستان دوست و دشمن معلوم نیست که چه کسی دوست مردم افغانستان است و چه کسی دشمن است و ما در برابر یک تروریسم داخلی و بیرونی قرار داریم و شما میدانید که امروز دشمنان سوگند خورده مردم افغانستان به نحوی تلاش میکنند که صدای آزادی بیان، صدای نخبه های افغانستان به نحوی اینا خفه بسازند به خاطر همو اهداف شوم و پلید خودشان و میخوان که بزرگنمایی کنند. و از یک طرف دیگر شما میدانید که امروز ما در گفتمان صلح قرار داریم، هیئت جمهوری اسلامی افغانستان حالا در قطر حضور دارد و ما در یک گفتمان میان افغانان هستیم. از طرف دیگر شما امروز میبینید که حملات انتحاری دهشت و شد تمام نقاط افغانستان فرا گرفته است. امروز اکثر ولسوالی های ما تحت تیدرس مخالفین حکومت افغانستان قرار دارد. مردم ما روح و روانشان قبلا هم اشاره کردم در مخاطره است. امیدوار هستم که ما در این گفتمان صلح که حالا میان هیئت جمهوری اسلامی افغانستان و طالبا یعنی قرار دارد اینا بتونن که یک کارشیوه ای را در نظر بگیرن که به خیر و صلاح مردم افغانستان قلمداد شود و ما از اینمی منجلاب، از اینمی ناامنی، از اینمی بدامنی که حالا ما به سر میبریم از این های تا چه زمانه. امروز پدران ما بی فرزند شود، مادران ما بی پسر شود، خانم ما بی شوهر شود، کودک ها یتیم شوند. در کل ما نتونیم که یک بستر اجتماعی حقیقی را برای مردم افغانستان، ما امروز در دهه دموکراسی قرار داریم. ما همیشه وقت داد عزیز زدیم که ما در دهه دموکراسی هستیم. دموکراسی میتونه که مردم با حکومت، حکومت با مردم نزدیکتر بسازه و از یک طرف دیگر با صدای ما خفه شوه، برای ما شلیک شوه و همیشه وقت ما به دنبال ازی باشیم که یک دشمن مجلوحی ما را برک بار بسته کنه. وزیر رقم ما نمیتونیم که یک نظام پویا، یک نظام بیدار داشته باشیم. امیدوار هستم که ما او درس های را ما موشکافی کنیم که او به خیر و صلاح مردم افغانستان میشه. و حالا هم که ما در گفتمان صلح هستیم، نقاط برجسته و نقاط کلیدی را اونجا مطرح کنیم که او ما را از جنگ رهایی پیدا کنیم و یک امنیت سرتاسری در افغانستان بیاید. هر قدر ناامنی باشه، هر قدر مشکلات امنیتی بیداد کنه، مسلماً که باز ما نمیتونیم به عنوان یک کشوری باشیم که یک آینده روشن داشته باشیم یا یک افق داشته باشیم به خاطر رسیدن به یک صلح با عزت. امیدوار هستم که در این راستا تلاش ها دکتر صبح عبدالله امروز شورای عالی مصالحه را رهبری میکنه. امروز اینا در رأس شورای صلح هستن. امیدوار هستم که اینا کارهای خود کنار بگذارن، یک مقدار تسامح و مدارا داشته باشن بر مردم افغانستان، به کسایی که امروز جسدهایشان، به خانواده هایشان، به قربانیان جنگ، به قربانیان صلح افغانستان که اینا قربانی دادن، چقدر ما بها پرداخت کردیم به خاطر رسیدن. امیدوار هستم که اینا یک مقدار یعنی کارهای خود کنار بگذارن، یک مقدار فوکسی اساسی و اصلی داشته باشن که ما به صلح نزدیک شویم و همچنان نهادهای مرتبط به امنیت مردم افغانستان اینا دست به کار شوند، هرچی آجلتر کارهای شخصی خود کنار بگذارن، بر مردم افغانستان اینا فرصت بگذارن. و اگر قرار به این باشه که جان و مال مردم بیشتر از این در خطر باشه، مسلما مردم با صلاح به دست میگیره خودشان در برابر اینمی تروریسم داخلی و افراطیون و کسایی که امروز مردم سلاخی کردن در برابر از استادگی کنه. امیدوار هستم که اینا دست به کار شوند و همیشه در
کنار جامعه رسانه‌ای باشند، در کنار فعالان سیاسی باشند، خبرنگاران باشند، آزادی بیان تقویت کنند که ما واقعا بفهمیم که ما در دهه دموکراسی هستیم. اگر قرار به این باشه که وضعیت به منوال پیش بره، مسلماً که ما مرگ آزادی بیان همه روز تجربه میکنیم. وقتی که صدای ما خفه شود، پس چگونه میتونه که ما در رقابت با کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای باشیم؟ امیدوار هستم که اینا یک مقدار حسن نیت و تمایلات خود نسبت به پروسه صلح و نسبت به مشکلات ناامنی اینا بیشتر تر بسازن تا ما واقعا یک افغانستان باثبات، یک افغانستان شکوفا، یک افغانستان داشته باشیم که به عنوان یک نسل جوان و نسل آینده نگر بتانیم که قدم های بعدی خود در بهبوهای صلح ما اونجا تمثیل کنیم و حداقل حلاوت یک صلح با عزت اینجا تجربه کنیم. انشالله. آقای اکبری، موضوع صلح و موضوع امنیت در کابل که در بعض از ولایات که خیلی مردم ما فقط تشنه صلح، تشنه امنیت است، حتی بگویی که مثلا اقتصاد خوب باشه میگه اول امنیت باشه. بدون شک. نتیجه جلسه ششونیم صبح چقدر میتونه روی امنیت شهروندان کابل تأثیر گذار باشه؟ آیا نتیجه بخش بوده یا خیر؟ یک. و دوم دیگه که آیا نهادهای امنیتی و کشفی ما قید هستند و از طرف دولت حمایت نمیشه؟ یا کسایی هست که دامن میزنند در درون خود حکومت که امی قسم قتلای زنجیره‌ای هدفمند وجود داشته باشه؟ ما فکر میکنم که جلسه ششونیم که آقای صالح معاون اول ریاست جمهوری رهبری میکنه، یعنی تا حد قناعت بخش بود از بر مردم افغانستان. شما میدونید که سطح جرایم یعنی آنچنانی که بود است، یعنی صعود نکرده است، رو به نزول است و ما این را می ستایم، استقبال میکنیم. اما امیدوار هستیم که نقاطی را که آقای صالح در جلسه ششونی مطرح میکنه، این نقاط دقیقا این نقاط باید برجسته تر شود و آسیب شناسی شود و امو علل و عواملی که باعث انگیزه جرم میشه، باعث از این میشه که جرایم جنایی در سطح مرکز اتفاق بیفته، این موشگافی شود و حالا مجرمینی که گرفتار میشه اینا به نهادهای عدلی و قضایی سپرده شود که تا اونا بتونن که قانون بالا از اینا تطبیق کنن. یک بحث دومی که دغدغه‌ای که امروز ناامنی در کابل وجود داره، شما میدونین که مشکلات بود، از ضعف بود، از ما نادیده نمیگیریم، اما نقاط قوت هم بوده است که ما نیروهای امنیتی خود همیشه استقبال کردیم. نیروهای امنیتی ما به عنوان فرزندان راستین، به عنوان فرزندان صدیق و ایثارگران این مرزبوم بودن که همیش به خاطر تامین امنیت جانهای خود، سینه‌های خود سپر کردن تا من و تو امروز به آرامش بتونیم برنامه برگزار کنیم، بتونیم به رسانه بیم. اما بازم تکرار میکنم، ما در برابر یک دشمنی هستیم که تا هنوز یعنی شناسایی نشده است. امروز ما میدانیم که انتحار و انفجار ماین های چسبکی و کنار جاده ای که حالا در کابل اتفاق میفته و قربانی اصلی از اون مردم بیگناه ماست، مردمی است که امروز در پای یک لقمنان است، اونا تومی این ماین ها میشن و تومی این انتحار انفجار میشن. شما میدانیم که ما دشمن نفوذی داریم، ما در برابر یک دشمنی هستیم که به نحو خودشان میخواهند که بزرگ جلوه بتن و خودشان میخواهند که فردا در برهه قدرت و در رأس قدرت بیان. اینا هستن که همچون یک اعمال زشت و قبیح و شنید انجام میدن. امیدوار هستم که دکتر صاحب غنی و همچنان معاون صاحب اول، در کل رئیس صاحب شورای امنیت ملی، اینا دست به کار شوند و برای مردم افغانستان یک بستری را فراهم کنند که ما واقعا امیدواریم و نسبت به این نظام بیشتر شود. هر قدر ما برگبار بسته شویم، هر قدر ما صدای ما خفه شود، مسلمان که باز ما بی‌باور میشیم نسبت به این نظام. امیدوار هستم که اینا یک مقدار جلسه ششونی مگر دکتر صاحب غنی برگزار میکنه، اگر قبلا هم که معاون صاحب ریاست جمهوری اینا برگزار میکردن، اینا اون نقاطی را پیدا کنن، نقاط قوت این جلسه را پژواک بتن، اینا انعکاس بتن و افراد و اشخاصی که البته جرایم جنایی را انجام میتن یا سرقت های مسلحانه را انجام میتن یا میخواین که باعث برهم زدن جامعه شون، اینا را باید به پنجه قانون بسپارن. شما دیدین که جلسه ششونی مجلس مجرمین خطرناکی را اینا با پوسترها عکسایش رسامی کردن در چهار طرف شهر کابل، اینا رو در خمه‌های شهر اینا رو به تصویر کشاندن که یه برد چه بر دیگرا. امیدوار هستم که بیشتر از این تلاش کنن و در کنار مردم باشن تا مردم اینا رو استقبال کنه و اینوان یک حکومت قانونمند. دقیقاً. زنده و سلامت باشین. اگر حرف باقی است کامرا در خدمت. ممنون شما. به عنوان آخرین حدیث فقط یک پیام کوچک ما برای کسایی دارم که اونا امروز در رأس قدرت هستن یا در برهه قدرت هستن.
اینا تلاش کنند که مردم افغانستان را در نظر داشته باشند. ما امروز در زیر خط فقر اقتصادی قرار داریم. افغانستان کشوری است که 90% امروز مردم زیر خط فقر، نیم میلیون انسان شبانه در افغانستان گرسنه میخوابد. اینا تلاش کنند که یک بستر اقتصادی امنیتی را هرچی عاجلتر فراهم کنند و همچنان هیئتی که حالا در قطر حضور داره با اینا گویزد شود که هرچی عاجلتر همون نقاط افتراق، نقاطی که میتونه دو طرف به پروسه صلح نزدیکتر میسازه، او را موشکافی کنند و یک بستر صلح بر مردم افغانستان فراهم کنند که مردم افغانستان پروسه را بیشتر از قبل استقبال کنند. ممنون شما. هموطنان نازنینم، اگر میخواین که برنامه صبح خورشید را تماشا بکنین، بخش‌های گوناگون این برنامه را تماشا بکنین، سر بزنین به چنل یوتیوب تلویزیون خورشید، صبح خورشید را انتخاب کرده برنامه‌های گوناگون این برنامه را تماشا بکنین. حالا وقفه کوتاه داریم، دوباره برمیگردیم.